همراهان گرامی و همیشگی، درود بر شما. خبرگزاری ژاپنی کیودو مصاحبه این مفصل با شاهزاده رضا پهلوی ترتیب داده است و با توجه به صحبت‌هایی که با شاهزاده انجام داده، دو نتیجه مهم برای آینده ایران گرفته است که توجه به آن قطعاً برای هر ایرانی آزادی خواهی بسیار جالب خواهد بود. این خبرگزاری نوشته است که با شناختی که ما از شاهزاده ایرانی به دست آوردیم، در صورتی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت مرکزی و محوری در تغییرات آینده ایران ظاهر شود، میتوان تصور کرد که مسیری نو در تاریخ این کشور باز خواهد شد. تصور این آینده نه تنها بر پایه احترام به سنت‌ها و ارزش‌های ایرانی استوار است، بلکه بر اصول دموکراسی و حقوق بشر نیز تأکید دارد. شاهزاده پهلوی که خود را وقف ایجاد یک ایران آزاد، مدرن و دموکراتیک کرده است، میتواند نقش کلیدی در ایجاد پل‌های میان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایفا کند تا بر اساس گفتگو و همکاری آینده‌ای بهتر برای همه ایرانیان را رقم بزنند. این خبرگزاری نوشته است که بسیاری این نگرانی را دارند که در صورتی که جمهوری اسلامی در ایران سقوط کند، ایران به بیراهه برود. اما ما می‌گوییم که ایران 1403 بستری است که شاهزاده رضا پهلوی می تواند راه حلش را به سوی ایرانی آزاد به همگان نشان دهد. در این آینده با حضور شاهزاده پهلوی می توان انتظار داشت که ایران گامهایی بلند به سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بردارد. تلاش ها برای بازسازی ساختار اقتصادی کشور، جلب سرمایه گذاری خارجی و مبارزه با فساد اداری و مالی می تواند به احیای اقتصاد ایران و بهبود سطح زندگی شهروندان منجر شود. همچنین با تأکید بر احترام متقابل و همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب مختلف، ایران میتواند نمونه ای از همگرایی و وحدت در منطقه خاورمیانه شود. تقویت روابط با جامعه بین المللی و همسایگان با هدف ایجاد صلح و ثبات در منطقه یکی دیگر از اولویت هایی است که قطعا شاهزاده رضا پهلوی در صورت حضور در ایران به دنبال آن خواهد بود. خبرگزاری ژاپنی نوشته است که ما متوجه شدیم که شاهزاده پهلوی می تواند با باز کردن فصل جدیدی از دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک، نقش تعیین کننده ای نه فقط برای ایران بلکه برای صلح جهانی داشته باشد. او می تواند شرق و غرب را به هم پیوند دهد. خبرگزاری ژاپنی می نویسد که آموزش و پرورش هم در آینده احتمالی که شاهزاده رضا پهلوی در آن سهیم خواهد بود، تحولی بنیادین خواهد یافت. ایشان همیشه گفتند که با سرمایه گذاری در نظام آموزشی و ترویج علم و دانش، ایران می تواند به قطبی برای نوآوری و پیشرفت تبدیل شود و این امر به نوبه خود زمین ساز رشد نسلی از جوانان خواهد بود که می توانند آینده کشور را با ایده های نو و خلاقیت رقم بزنند. خبرگزاری ژاپنی گفته است که در میان ژاپنی ها همیشه یک مثل وجود دارد که ایرانی ها دانشمندان و ریاضیدانان خوبی دارند. حالا تصور کنید که شاهزاده پهلوی با برنامه هایی که دارد به مدیریت این استعدادها بپردازد. این ضامن آینده ای روشن برای ایران خواهد بود. همچنین در نهایت با تمرکز بر حقوق بشر و آزادی‌های فردی، ایران می‌تواند با حضور شاهزاده مثالی برای کشورهای منطقه باشد که چگونه می‌توان همزمان با حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی به پیشرفت و توسعه دست یافت. شاهزاده پهلوی با تأکید بر اینکه با تکیه بر اصول و با همراهی مردم می‌تواند رهبری این تغییر و تحول را بر عهده بگیرد و مسیری روشن برای آینده ایران ترسیم کند، شناخته می‌شود. گفتن است که شاهزاده در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو که در 26 اسفند ماه منتشر شد، درباره راه حل پیش روی ایران هم گفت که دیپلماسی نمی‌تواند وضعیت فعلی را تغییر دهد و تنها راه حل برای ایران این است که مردم نظام را تغییر دهند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خاطر نشان کرد دلیل تکرار اعتراضات در ایران این است که مردم از ستم به زنان و
رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی خسته شدند. او افزود تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن منطقه با حمایت مالی از گروه‌های مسلح در سراسر خاورمیانه از جمله سازمان اسلامی حماس تغییر نخواهد کرد و اروپا بی دلیل خودش را به زحمت برای دیپلماسی نیندازد. اما از سوی دیگر این خبرگزاری با اشاره به چالش‌های سیاسی پیش روی شاهزاده، یک مانع بزرگ بر سر راه موفقیت شاهزاده را برشمرده است. این خبرگزاری می‌نویسد که در تحولات اخیر ایران، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت برجسته سیاسی با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو شده است. او که نمادی از تاریخ غنی و هویت منحصر به فرد ایران است، در میان مردم ایران اعتبار قابل توجهی برای خود دست و پا کرده است. این موقعیت ویژه او اما نه تنها از سوی اصلاح طلبان حکومتی، بلکه همچنین توسط تجزیه طلبان و صادر کنندگان ایدئولوژی حکومتی به خارج از کشور به سختی قابل تحمل است. گروه هایی چون حزب های توده‌ای و سایر تروریست های مرتبط با انقلاب 57 تلاش هایی برای حذف نام پهلوی و تخریب اعتبار وی دارند. اقداماتی که به نظر بی اثر می رسند، اما شاهزاده باید مراقب آنها باشد. در این میان رسانه های اصلاح طلب خارج از کشور تحت تأثیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به نظر می رسد که فشارهایی را علیه شاهزاده و نزدیکانش اعمال می کنند تا نام پهلوی را از عرصه سیاسی ایران حذف کنند. یک موج جدید از تخریب علیه وی آغاز شده است که شامل تحریم ها و سانسورهایی با هدف جلوگیری از گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم و دیدگاه های ایران محور در بین نسل جوان ایران است که مبتکر آن شاهزاده پهلوی است. این خبرگزاری در پایان می نویسد که با وجود فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی در آینده ای نزدیک، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان تنها شخصیت قادر به هدایت مردم ایران در مسیر پیچیده تغییر رژیم بدون قربانی شدن در دست حمام خون و تروریسم زیرزمینی مطرح می شود. این شرایط نه تنها توجه دشمنان قدیمی را به خود جلب کرده، بلکه اصلاح طلبان مقیم خارج از کشور را نیز به عنوان مانعی برای دموکراسی و تغییر در ایران نشان داده است. گروهی از شومنهای خودخواه و روانپریش سعی در منحرف کردن مسیر مبارزه دارند. یک روی کرد که به نظر می رسد بیشتر شبیه به یک دیوانگی یا یک فرقه جنون است. فرصت طلبان هم ما جلب توجه به سازمانهای جدایی طلب در تلاش برای ایجاد یک ائتلاف جدید هستند. اما این تلاش ها به نظر نمی رسد که از تمرکز مردم بر فروپاشی حکومت جلوگیری کند. در این بحبوه اولویت اصلی این گروه های ورشکسته مبارزه با نفوذ و اعتبار پهلوی به جای مقابله با رهبری فعلی ایران علی خامنه ای است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.